بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 632 که عبارت از پوست تایرویدکتومی هایپوکلسیمیا می باشه خدمت خواهران و برادران عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد اما عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم. و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نمایید سبب مراجعه و تاریخچی مریض برای ما اکاهم می که یک خانم جوان 43 ساله می باشه سابقه پپلری کارسینوما آف تایروید می داشته باشه البته نزد مریض تایرویدکتومی و رادیو اکتیف آیودین ابلیشن هم صورت گرفته می باشه فعلا مریض در کلینیک نزد شما مراجعه می کنه امرا با کرختی اردود است و همچنان بیسی در روی خود مریض از تغییرات آواز گرفتن وزن خشکی جلدی همچنان قبضیت رفتن موها و عدم تحمل مقابل تغییرات درجه ارارت شکایت نمی داشته باشد ادویه که فعلا مریض از او استفاده می کنه عبارت از کلسی ترایل 0.5 میکروگرام دیلی کلسیم 600 میلیگرام ویتامین دی، فیره سالفات، 325 میلی گرام پی او بی آی دی، فولیتی کازون نزل سپری، لیو تای راکسین دیلی، بالاخره لوراتادین، 10 میلی گرام پی می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامنیشن یا خانم جوان می باشه در کدام حالت دسترس قرار نداره، ویتال ساین مریض در حالت نرمل می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن شووستک ساین و تراس ساین در نزد مریض مثبت می باشه البته شو ساین ایست که اگر در قسمت علاشه مریض قرار کنین تقلصات در ازالات فیشیال مریض دیده شده می دانه. البته تراس ساین ایست که اگر که آلی فشاره بالاتر از سی ام ام اف مرکوری از سیستالیک بلاد پریشر مریض بلند ببرین یعنی بریکیل ارتری کاملا مسدود بسازین بعد از سه دقیقه کارپل سپازم در نزد مریضا پیدا میشه که البته تروسو و همچنان شفستک ساین علایم سیویر هایپوکلسیمیا میباشه ماینات لابراتوری مریض مورد مطالعه قرار میتن اگر شما توجه کنین سیروم کلسیم خون مریض پایین میباشه، باشه فاسفورس مریض بلند می باشه پراتایروید هرمون مریض هم پایین میباشه. خلاصی مریض دوباره خدمت شما تقدیم می یک خانم جوان 43 ساله میباشه، سابقه پپلری تایروید کارسینما می داشته باشه البته نزد مریض توتال تایرویدکتومی و رادیو اکتیف آیوداین ابلیشن در نومبر 2012 صورت گرفته می فعلا مریض در کلینیک نزد شما مراجعه میکنه امرا با نم نس کرختی و ضعیفی اطراف و روی خود. ماینات فیزیکی در نزد مریض نشان که می که مریض شوستکساین و تراسوساین مثبت می که البته ای دلالت به سیویر هایپوکلسیمیا می ماینات لابراتوری سیروم کلسیم خون 5.4 فوق پایین TSH 3.47 3.47 تایروگلوبولین می باشه معمولا مر... مریضای تایروید کارسینما تایروگلوبولین فوق العاده پایین نگاه میشه یعنی کمتر از 0.5 در نزد مریضا نگاه میشه از جسمین و پلن داکتر جوان ما در شفاخانه مریض امرا با الیمنتال کلسیم یعنی اوسکال 500 میلیگرام کیو تداوی می کنند. همچنان کلسی ترایل به یک مایکروگرام دیلی بلند می برند. لیو از 175 به 200 مایکروگرام روزانه بلند می به مریض توصیه میکنه که همیشه سنتروید خود باید در میده خالی مخصوصا امرا با کلسیم سپلمنت و فیر سلفات یک جا نگیره البته با این تداوی مریض آیسته آیسته وضع خود بهتر احساس میکنه مریض رخصت میشه و به اندوکرینالوجی کلینیک اپوینمنت داده میشه البته سویه کلسیمه، در خون مریض در حدود هشت و بالاتر از او نگاه می کنند البته باید به خاطر داشته باشین این مریض ها معمولا فالو آب سیروم کلسیم لیول در نزد مریض ها فوق العاده مهم می باشد. مرواریت هایی که دکتر جوان ما درباره باره از این کیس دلچسپ بر ما جمع کرده قرار زیل می باشد. البته در قسمت پوست تایرویدکتومی هایپو کلسیمیا باید به خاطر داشته باشین کلسی ترایل که عبارت از 125 دای هایدراکسی ویتامین دی می باشه و البته ای یک شکل اکتیو ویتامین دی می باشه و ضرورت به اکتیویشن در گرده ها نمی داشته باشه معمولا به با مریضای رینال فیلر توصیه شده فوقلاده معصر می باشه البته فواید کلسی ترایل عبارت از ایست که اول اکتیویشن ضرورت نداره دوم تاثیراتش فوق العاده سریع یعنی در چند ساعت شروع میکنه هاف لایفش در حدود 4 تا 6 ساعت می باشه البته باید به خاطر داشته باشین با تداوی کلسی ترایل مریضا می تانه که به یک لوخی هایپر کلسیمیا برن البته با قطع کردن کلسی ترایل دوباره برطرف می از نقطی نظر سریریات در مریضای هایپوکلسیمیا اعراض و علائم سیستمیک شامل کانفیوژن، ضعیفی عمومی، منتل ریتاردیشن، بیهیویر چنجز و در قسمت نیورو ماسکولر پرستیزیا، سایکوزس، عملات مرگی، کاربوپیدل سپازم، و اتروزو ساین، دپریشن، کرمپ های ازلی، و همچنان بازل گنگلیا کلسفیگیشن می داشته باشند. از نقطه نظر قلبی، پرولانگیشن کیوتی، تی ویف ابنومالیتی و کانجستیف هارت فیلر در نزد مریضا دیده شده می دانه. تغییرات عینی شامل کترکت و همچنان تغییراتی که در دندان های مریش دیده شده میتونه عبارت از انمل هایپوپلیژیا آف تیت و همچنان دفکتیف رود فارمیشن و بالاخره از نقطه نظر ریسپراتوری سیستم لرنگو سپازم برانکو و اتا اپر ایوی او ای ابسترکشن مستر سترایدر در نزد مریضا دیده شده میتونه البته در این سلاید که از اینترنت استفاده شده اعراض و علائم سویر هایپوکلسیمیا را برای شما تمثیل می کنه. البته در اینجا برای شما شوف سکساین نشان میده که اگر در قسمت علاشه مریض قرار کنین تقلصات ازالات فیشل در نزد مریض پیدا میشه. در اینجا البته تراس ساینه برای شما نشان میتن که اگر توسط آله فشار در حدود سی امم ام آف مرکوری بالاتر از سیستالک بلد پرشر مریض بلند برین یعنی بریکل یا ارتری کنین بعد از سه دقیقه در کارپل ایریا اسپازم دیده شده میتانه همچنان دیپتن در رفلکسس برسک میباشه سترایدر و یا اپر اوبستراکشن در اینجا برای شما نشان میده کارپوپیدل البته اسپازم در اینجا برای شما تمثیل شده می باشه همچنان در اینجا پرولانگ کیوتی را برای شما نشان میده که البته تمامی از اینا علائم سویر هایپوکلسیمیا می باشه همچنان باید به خاطر داشته باشین تروس و ساین وقت در نزد مریضا دیده میشه که آینایس آیس کلسیم مریضا کمتر از 2.25 میلی مول در یک لیتر باشه همچنان باید به خاطر داشته باشین که ساین در نسل مریضا در سویر هایپو و متابولیک الکالوسس هم دیده شده میدانه همچنان تراسوساین در حدود یک تا چار فیصد اشخاص نرمال هم دیده شده میدانه البته هایپوکلسیمیا به صورت حاد میتونه که باعث پریفرال نیورومسکولر ریتیبلیتی تیتانی و هایپر اکسایتیبلیتی در نزد مریضا گرده تیتانی گرچی در نزد مریضا نادر می باشه اما اگر آینایز کلسیم در نزد مریضا کمتر از 1.1 میلی مول در یک لیتر باشه که ای البته تطابق با کمتر از 7 میلی گرام پر دیسی لیتر کلسیم می کنه دیده شده می تانه. مخصوصا در نزد مریضایی که هایپر ونتیلیشن و یا الکلیمیا می داشته باشند. تداوی مریضای های سویر سمتوماتیک هایپوکلسیمیا شامل آیوی انفیوژن کلسیم می باشه. مریض که اسمتوماتیک می باشند در نزد مریضا ویتامین دی مخصوصا 125 دی هایدراکسی ویتامین دی توصیه می گرده. اشکال مایلد فرم آف هایپوکلسیمیا در نزد ازی مریضا، اورال الیمنتال کلسیم یعنی اوسکال 500 میلی گرام تی آی دی تا کیو آی دی توصیه می گرده. معمولا در نزد از این مریضا سیروم کلسیم خونه بالاتر از 7.5 میلی گرم پر دیسی لیتر نگاه می کنند. مریضایی که سوی مگنیزیم خونشان پایین می باشه باید مگنیزیم سپلمنت یعنی مگنیزیم خونشان باید کرکت گرده. مریضایی که وایتامین دی دفشنسی می داشته باشند ابتدا در نزد مریضا 50 هزار یونت ویتامین دی 2 و یا ویتامین دی 3 پر ویک بر شش تا هشت هفته بعدها هزار انترنشنل یونیت پر دی توصیه می گرده. البته باید خاطر داشته باشین در نزد از این مریضا سیروم کلسیم خون مریضا باید فالو آپ گرده. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیسا را امرای ما تعقیب می کنن اظهار امتنان و تشکر می کنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این که یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین ایات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیس بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگرم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این ای اشتباط ما را عفو می کنه. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه. از طریق ایمیلشان ناصر اوریا at yahoo .com تماس حاصل کنید تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم